جناب آقای حمید اشتری، امروز دور دوم دفاعیات حمید نوری بود در واقع در ادامه دور اول دفاعیات که در ماه نوامبر برگزار شد. شما این دور رو چطور ارزیابی کردید؟ میشه گفت یکی از بااثرترین چیزها در این جلسه مانند جلسات قبلی بی احترامی ها و توهین های حمید نوری به شاهده و شاکیا بود؟ دقیقاً، یعنی حمید نوری اگه ما دقت کنیم سمبل جمهوری اسلامیه، یعنی اون لودگی و مسخره بازی رو جایی داره بیان میکنه که تمرین کردن اینا، یعنی روش کردن با این. نمیدونه که اینجا دادگاه یه دادگاه اروپاییه و یه دادگاهیه که وکلا نشستن برای اونا. اون چیزی که مهمه بحث حقوقیه، نه بحث مسخره بازی، این که باید به سوال مستقیما جواب بده بله یا نه، یاد توضیح میخوام بده. و با لودگی که ما تو مسئولین جمهوری اسلامی سراغ دادیم، ایشون اومد این کار رو انجام داد. ناگفته نمونه که هر دفعه این صحبت میکنه چون خودشو لو میده. یعنی من میدونم که وکلایش حمید عباسی یا حمید نوری مخالف صحبت این هستن. سری قبلش هم همین بود که خودش اعلام کرد که نباید صحبت کنه، ولی خب این ادامه میده به این شیوه صحبت کردنش. خب یکی از مواردی که یکی از وکیلان مشاور در مورد صحبت کرد، تعداد زیاد رؤسای زندانی گوهردش که شماره های تلفنش در تلفن حمید نوری بود و خودش هم گفت یک مورد دیگه هم هست که اونا نفهمیده بودن. آیا واقعا همچین چیزی اونطوری که حمید نوری ادعا میکرد که در ایران به سایت رایج هست و جزء چیزهای معمول هست، فرهنگ ایرانی هست که همه شماره همین داشته باشن مخصوصا در اینستا؟ خب اینو باید بیشتر مردم ایران ببینن، یعنی به حالت جوکه، چون ایشون تا اونجا که من میدونم در واقع کارگزار وزارت اطلاعات و دادستانی بوده، به خاطر همین رابطه هایی که داشته و همون کاری که خود اژه‌ای محسنی اژه‌ای داشت که پول میگرفت و اینا همشون با هم بودن. یه باندی هستش که یعنی باند چه از کنم پهنه گسترده دادستانی جمهوری اسلامی و اینا همشون در همین رابطه هستن و ایشون کار اصلیشون هم همین بودش که به خاطر ارتباطات گسترده‌ای که داشت، از جمله همون که اعلام کرد من رفتم زندان گوهردش برای اینکه یه کسی رو از اعدام نجات بدم، در واقع اینا به خاطر ارتباطاتش که داشت این نشون میداد که باید کارچاه کن کنه، یعنی در واقع شغلش کارچاه کن بوده. و اینکه تلفن‌های متعدد داشت نشون دهنده نقش ایشون هستش، نقش اساسی که ایشون در سیستم قتل عام جمهوری اسلامی و دادستانی و وزارت اطلاعات داره و خب هنوز پوشیده و پنهانه. امروز هم اگر دقیقاً دوستا اشاره کرد که خیلی‌ها میدونه که چقدر زمین دارن یا مثلا نیری کار کرده اینا، این اطلاعاتش زیاده. ولی اون قسمت لودگیه که همه مردم ایران تلفن رو همدیگه رو به هم میدن یا رئیس جمهور ایران به همه پیام میده. خب اگه این راست میگه حسن نوری، آقای نوری ببخشید روحانی رئیس جمهور باید 8 دفعه به این پیام تبریک رو میداد دیگه، هر سال باید پیام تبریک میگه. چرا یه دفعه مثلا این فقط تلفنشو داده و بعدش تکست فرستاده؟ یا در موردی که به رئیسی میگم نشون دهنده ضابطه ها و عواملی که اینا داشتن که تهدید کنن مردم رو. و میگم این خبری که مردم بشنون خیلی براشون جالبه که همه میتونن تلفن های همدیگه داشته باشن. اتفاقا یکی از نکات جالب همین اطلاعات و جزئیات دقیقی بود که حمید نوری از افراد مختلف و حتی بخش خصوصی زندگیشون داد. این چی به ما میگه؟ این در واقع حمید عباسی، این من به نظر خودم شخصا میدونه که محکومه. تو هم اگه دقت کنیم گفتش که من اینجا ابد میگیرم، یعنی میخواد یه کاری کنه. این ابدش خب ما میدونیم توی اروپا کسی تو ابد زندان نمیمونه، حالا حتی اگر هست مقدار زندانی هم که باشه، بحث اینه که این برگرده. این شعارش به خاطر برگشتشه و یه فضای امن واسه خودش درست کنه و این شعار دفاع از جمهوری اسلامی. و قسمت دیگه آقا کمک من کنید، من خیلی چیزا میدونم، من اون لو ندادم، به کسی نگفتم، در واقع یه پیام هست به اونا داره میده. این خودش واقعا لو داد که علتش چیه، دانستن اخبار خصوصی خانواده و تعمیر و فلان این حرفا که هستش. خیلی ممنون. ممنون لطف شما.